سلام خدمت همه عزیزا، امیدوارستم که همگی خوب عالی باشن، سر حال باشن و جمعه خیلی خوب را تا این دم سپری کرده باشن. طاعت عباداتتان قبول و امیدوارستم که روز کلن یک روز کلن با برنامه با هدف سپری کرده باشیم. خیلی معذرت فکر کنم چند دقیقه به تاخیر شروع کردیم، بعض مشکلات اینترنتی پیش آمد. من چند دفعه آنلاین شدم، لایف رفتم، بعد میگه که پیامی آمد که خب مشکلی است که اینجا فکر کنم آنتندهی اینترنت درست نیست. اما به هر صورت عامل ما هستیم، بعد موقعیت خیلی خوبی را اختیار میکردیم. امیدوارستم که همگی عالی و صحتمند باشن. خیلی خوشحال هستم امروز در خدمت شما عزیز هستم. خب عزیزا، میریم بحث شروع میکنیم چون فقط نیم ساعت وقت داریم. دوستا عزیزم که اینجا آمدن ممنونشان. در کل عزیزا، جمران همه میشناسین، همه که در مورد جمران، در مورد آقای جمران معلومات دارن. جمران یک فرد خیلی معروف هست، یک فردی است که بیش از ده ها کتاب نوشته کرده و یک سخنران خیلی موفق است. در زمانش یکی از ژورنالیست های خیلی موفق بود و در کنار ازی کتاب های در بخش موفقیت، فن بیان و اینا نوشته کرده، حتی در بخش تجارت اینها، کارآفرینی. و از شاگردای خیلی موفقش میتونیم افرادی مثل انتونی رابینز و در کنارش مثلا آقای برایان تیرسی و اینا رو میتونیم نام ببریم. آقای جمران یک قانون خیلی خوبی راجع به چرا داره. چهار چرا را از ما میپرسه و میگه اگر شما برین و این چهار چرا را از خودتان بپرسین، شما میگه خیلی، یعنی شما را خیلی کمک میکنه که به هدفهایتان برسین و خیلی کمک میکنه که شما همزمان بتانین به او خواسته ها و نیازهایی که بر خودتان مشخص کردین برسین. و این چهار چرایشی است که میگه اولین چیزی که پرسان میکنه، خب میگه ای است که چرا میخوای موفق شی؟ یا چرا میخوای درس بخونی؟ چرا میخوای که ورزش کنی؟ یا هم مثلا چرا میخوای یک کارآفرین شوی؟ چرا میخوای با کادر از پانتون فارغ شوی؟ یا مثلا چرا دوست داری تغییر کنی؟ چرا میخوای رشد کنی؟ و چراهای خیلی زیاد و مثل اینها، یعنی چندین چرای دیگر هم یادآوری میکنم. میگه جوابی چرا چرای دومی هست. جوابی چرا میگه چرای دومی هست. چرا نه؟ چرا نه؟ چرا باید رشد نکنم؟ خب چرا نه؟ چرا باید رشد نکنیم؟ چرا باید مثلا موفق نشم؟ چرا باید یک ورزشکار خوب نباشم؟ چرا مثلا چرا باید یک محصل لایق نباشم؟ چرا مثلا یک کارآفرین خوب نباشم؟ چرا باید تغییر نکنم؟ چرا نه؟ جواب چرا اول چرا نه هست. و میگه سومین چرایی که میپرسه ای است که چرا شما نه؟ چرا شما نه؟ وقتی میگه من میتونم موفق شم، پس شما میگه میتونم موفق شم، پس چرا شما نه؟ چرا شما تغییر نکنید؟ چرا شما موفق نشید؟ چرا شما هدف نداشته باشید؟ چرا شما مثلا تناسب اندام خوب نداشته باشین؟ چرا شما ثروتمند نشین؟ چرا شما صحتمند نباشین؟ چرا شما نه؟ وقتی من میتونم صحتمند باشم، پس شما میتونید صحتمند باشین. وقتی من میتونم مثلا موفق شم، پس شما میتونید موفق شید. وقتی من میتونم با چالش ها مبارزه کنم، پس شما میتونید با چالش هایت مبارزه کنید. پس چرا شما نه؟ و چهارمین چرایی را که پرسان میکنه ای است که میگم چرا حالا نه. ببینید، اگر میخوایم تغییر کنیم، پس چرا حاله، چرا از حال شروع نکنیم؟ اگر میخوایم درس بخونیم، چرا از امی لحظه شروع نکنیم به درس خواندن؟ اگر میخوایم که شخصیت خود را تغییر بدیم و رشد شخصیتی بکنیم، چرا از امی لحظه نه؟ اگر میخوایم کارآفرین شویم، پس چرا از امی لحظه نه؟ اگر دنبال موفقیت هستیم، پس چرا از این لحظه شروع نکنیم؟ پس اگر میخوایم صحتمند باشیم، پس چرا از حالا نه؟
ما خیلی وقتها همه کارها را میگذاریم به بعدها و او بعدها میمانه به بعدها. و دقیقا امروز میخوایم روی همین موضوع چرا صحبت بکنیم، چرا یا چرایی. امروز میخوایم دقیقا در مورد صحبت بکنیم که خب چرایی چی هست و دقیقا مثلا چقدر رول داره در زندگی انسان. یا مثلا یکی از موضوعات مهمی که مثلا میخوام در موردش امروز بحث بکنیم، کلن بحث ما روی است که خب چیگونه میتونیم از قدرت چرایی خود استفاده بکنیم. ببینین در زندگی در شما باید از خود خواسته ها داشته باشین و به خاطر رسیدن به خواسته هایتان شما نیاز به برنامه‌ریزی و هدف داره که شما باید یک برنامه‌ریزی خوب داشته باشین و در کنارش هدف داشته باشین. اما شده خیلی وقتها که افراد برنامه‌ریزی و هدف داشتن اما بعد از یک مدت زمانی هدفهایشان را ترک کردن، دیگر دنبال و هدفهایشان نرفتن. شما چند بار تصمیم گرفتین، که برین ورزش کنین؟ شما چند بار تصمیم گرفتین که فرد درسای پنتون رو بخونین؟ تصمیم گرفتی که سر از فردا میخوام درسای پنتون رو بخونم، هدف ماندی برای خودت؟ چند بار تصمیم گرفتی که میخوام تغییر کنم؟ چند بار تصمیم گرفتی و مثل چقدر هدف ها برای خودت مشخص کردی که در مسیر را هدفهایت رو ترک کردی؟ و معمولا انسان ها خیلی ها بر خودشان هدف تعیین میکنن اما بعد از یک مدت زمانی دیگر از هدفهایشان خبری نیست و ترک میکنن هدفهایشان و میاین شروع میکنن به بهانه آوردن، شروع میکنن به اینکه خب نشد، نمیشه، افغانستان است، شرایط خوب نیست، پدرم حمایتم نکرد، خانواده حمایتم نکرد، نمیفهم این موضوع شد، وضعیت اقتصاد خوب نیست، امنیت خوب نیست، فلان اینطور است. واش گیر میده دیگه به هر چیزی، شروع میکنه بهانه کردن. اما یک چیز خیلی جالبی که هست، شما هدف تعیین کردین، اوکی، برنامه داشتین، اوکی، اما شما فراموش کردین مهمترین چیزی که شما را در مسیر هدف انگیزه بده. شما فراموش کردین او وسیله ای که به خاطر رسیدن به هدف تو را هر لحظه انگیزه بده، تو را هر لحظه با اشتیاق نگاه کنه، تو را هر لحظه یک آتش را در درونت روشن کنه و بگه که برو به هدفت برس، باید ادامه بدی، هنوز جایش نیست که استاپ کنی، هنوز جایش نیست که توقف کنی، هنوز جایش نیست، برو پیش برو. او تی یک چیز تو برای خودت مشخص نکردی. و آقای جمران خیلی جالب میگه، میگم او چیز چرایی شما هست، او چرایی شما هست. ما خیلی وقتا میریم کارها رو انجام میدیم، میخوایم یک هدف بر خود مشخص میکنیم اما فراموش میکنیم که بریم بر از او هدف خود یک چرا رو مشخص کنیم، دلیلش رو مشخص کنیم، علتش رو مشخص کنیم که چرا میخوایم این کار انجام بدم. خیلی های ما میگیم خب ما میخوایم موفق شم، اما وقتی ازش بپرسی که خب چرا میخوای موفق شوی، دلیلی که میخوای موفق شوی چی است، بعد آرام میشینه، فقط چوب میمانه، خب من چی بگم. یا خیلی وقتها افراد، ما میخوایم یک کارآفرین شم، ما میخوایم یک بزنس شخصی خودم داشته باشم، خب چرا میخوای بزنس شخصی خودت داشته باشی؟ علتی که میخوای بزنس شخصی خودت داشته باشی چی هست؟ من میخوام تغییر کنم، میخوام شخصیت خوب داشته باشم. خب میخوای شخصیت خوب داشته باشی، چرا میخوای شخصیت خوب داشته باشی؟ علتی که میخوای شخصیت خوب داشته باشی چی هست؟ چرایی. او چرایی خیلی مهم است. چی است؟ چی چرایی در پشت این هدفت هست؟ من میخوام که ورزش کنم. عالی است. هدف خیلی خوبی است. اما چرا میخوای ورزش کنی؟ علتی که میخوای ورزش کنی چی هست؟ چی چرایی در پشتش داری؟ خیلی خیلی یک موضوع مهمه. یعنی مهمترین موضوع ما چیزی که ما را انگیزه میده، او چرایی هست. چون زمان تو چرایی کارت مشخص کنی دیگه تو کارت انجام میدی، دیگه تو در مسیر را کم انگیزه نمیشی، دیگه در مسیر را دیگه تو کم انرژی نمیشی، در مسیر را دیگه تو بهانه نمیاری، دیگه در مسیر را کسی مانی تو دیگه شده نمیتونه. چرا؟
چون تو چرایید مشخص داری پیش خودت. ببین وقتی که مثلا وقتی که تشنه هستی، درست؟ به دنبال آب هستی و هر طرف میری دنبال آب تا آب پیدا کنی، تا یک قطره آب بنوشی، هر طرف میری تا آب پیدا کنی. چرا؟ چون یک دلیل داری، چون باید زنده. اگر و عمول مثلا فرض کن یک جایی هستی، در یک دشت بیابان هستی و چهار طرفت مثلا از آب خیلی، میری به دنبال آب تا یک به آب برسی. چرا؟ چون به خاطر از که زنده بانی. دلیل داره دیگه که تو قدر راه فاصله در یک دشت بیابان فاصله خیلی دور را سپری میکنی یا عبور میکنی، میری تا که برسی به آب. چرا؟ چون به خاطر که زنده بانی. دلیل داره دیگه. وقتی علت داشته باشی، وقتی چرایی کارت بفهمی، دیگه میری به دنبال کار، دیگه در مورد چیز فکر نمیکنی. و با چرایی هر کار، یعنی هر کاری در دنیا تو فکر میکنی، هر کاری تو در دنیا فکر میکنی که تو نمیتونی، با چرایی میتونی او رو انجام بدی. اگر فکر میکنی که بعضی افراد مثلا به این فکر هستن، خب مثلا بعضیا دیدین دوست دارن مثلا پیلوت شون. آیا کسی فکر کرده در زندگیش که من یک پیلوت شوم و مثلا طیاره پرواز بتم؟ شما میتونین حتی طیاره پرواز بتین اگر شما چرایی داشته باشین. مهم نیست که بلد هستی نیستی، یاد میگیری اگر چرایی داشته باشی. شما ببینین افرادی که مثلا میرن، کسایی که مثلا خودشون از ارتفاعات خیلی بلند میندازن پرواز میکنن، بعد نزدیک زمین میشن فراشوت میگیرن، اینها خب چرا او کار میکنن؟ چون یک هیجان داره و او چراییشون هم او هیجانشون است. میخوای او هیجان یک بار واقعا، یعنی لذت و هیجان ببینم، واقعا میخوان لذت و هیجان ببینم که چه لذتی داره و هیجان. اما هیجان یا عمود لذت هیجان خودش یک چراییش است و به خاطرش میرن. برام خیلی جالب بود، من وقتی میدیدم ویدیوها را، افراد بلند میشد به کوههای خیلی بلند 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 میشد، حتی یک روز مکمل منزل میکردن، بعد خب که سر قله میرسید، بعد در ظرف 10 دقیقه خودش میرسن به زمین. بعد فکر میکردم چرا این کارو میکنن. اما امروز که وقتی میبینم اونا یک چرایی داشتن و او چرایی لذتش است، میخواسته ببینه که از اونجا پرواز چه لذتی دارم و به خاطر از اینکه اونجا برسم تمام اون مسیر است سپری، به خاطر کل لذت بچشه تمام اون مسیر را سپری میکرد، بالا میشدن میرفتن تحمل میکردن. یعنی شما با نیروی چراییتان هر کاری خواسته باشین شما میتونین انجام بدین. من یک مثال های خیلی زیاد بگم. مثلا شما ببینین، شما فرض کنین میخواین که یک کارآفرین خوب شوین، درست است؟ حالا چرا میخوای کارآفرین خوب شوی؟ حالا باید پیش خود بشین چرایی هایش مشخص کنین. به خاطر که میخوای مثلا رئیس خودم باشم، به خاطر که میخوام درآمد دست خودم باشه، به خاطر که میخوام وقت کاریم دست خودم باشه، مکان کاریم دست خودم باشه، افرادی که امروش میخوام کار کنم دست خودم باشه. این میشه یک چرایی خوب برای خودت در بخش مثلا کارآفرینی. یا مثلا میخوایی که مثلا میخوای کنکور سال آینده را موفق شوی، امتحان کنکور داری، دیدین بعضی وقت درس میخونیم بعد خواب سرتان میایه و میرین میخوابین، اما بعضی ها هست تا ناوختهای شب بیدار هستن و میخوانن. چرا؟ چون اونا پیش خود یک چرایی دارن و او چرایش نمیگذره او بخوابه. هر لحظه میخواد بخوابه، وقتی یادش میایه او چرایش سری بیدار میشه. یا مثلا یک فرد هست مثلا میخواد که ورزش کنه. خب چرا میخواد ورزش کنی؟ بعد بشینی پیش خودت او چراییت مشخص کنی، او چراییت او علت کارت بشینی پیش خودت مشخص کنی. و چراییت باید آنقدر قوی باشه، آنقدر باید قوی باشه که وقتی یادت بیاید باید بترسی از چرایی، بلند شی بری کارت انجام بدی، بلند شی بری دنبال کارت. این نیروی چرایی هست. ببین چراییت آنقدر باید قوی باشه که جز کار هدف دیگه در مورد چیز فکر نکنی. خیلی جالب یک مثال میاره.
یک مثال راجع به چرایی من در یک از کتاب ها خواندم، خیلی جالب بود. میگه شما فرض کنین شما در یک جنگل هستین و در این جنگل یک دریا هست که این دریا جنگل به تو قسمت کرده. حالا میخواین هزی طرف جنگل به او طرف جنگل، هزی طرف جنگل میخواین به او طرف جنگل برین، اما ناگهان شما متوجه میشین پلی که مثلا شما اونجا ازش میخواین عبور کنین یک پل پوسیده هست، یک پل کهنه هست که خطر ای امکان داره که اگر از سرش عبور کنین داخل دریا بفتین. و میگه شما اینجا تصمیم میگیرین که از سفرتان منصرف شن، از ادامه سفرتان منصرف شن، اما وقتی بر میگیرین، وقتی دور میخورین به عقبتان، میبینین میبینین که یک شیر استاد است، یک شیر استاد است و میخواد به شما حمله کنه. حالا میگه دو انتخاب داری، یا بعد منتظر بشینی که شیر حمله کنه تو را، سرت حمله کنه و از بین ببرید، یا هم فقط یک راه فرار و نجات داری که از اون پل بعد چی کار کنی؟ عبور کنی. حالا کدام میشه میکنی؟ معلوم دار است که گزینه دوم انتخاب میکنی. خب از اینکه میگی شیر مرا بخوره، خب یک گزینه دارم. خب سوال اینجاست که خطر خمو خطر است در هر دویش مرگ، مثلا در اونجا هم در ایجا هم، مثلا که اگر از پل هم مثلا میگذشتی تو خطر از امکان داره که داخل دریا بفتی، و شیر هم اگر بالات حمله کنه میکنن چرایی زنده ماندن. تو اینجا به خاطر که زندبانی با فیصدی خیلی کوچک هم اگر امکان داشته باشه از او پل عبور میکنیم، میگی 1% امکان دارم از زنده برایم از این پل و از این پل بگذرم، 1% امکان داره، اما اگر یه حمله کنه هیچ امکان زنده ماندن هم نیست. پس به خاطر او چرایی، به خاطر که زندبانی میری مثلا از او پل میگذری و در مورد هیچ چیزی هم فکر نمیکنه، در مورد کهنه بودنش فکر نمیکنه، در مورد پوسیده بودنش فکر نمیکنه، فقط میری و از او پل خودت میرسنی به او طرف. وقتی چرایی داشته باشی دیگه به این شکل است، تو دیگه به جز هدف در مورد چیزی فکر نمیکنی، دیگه ای که مردم چی میگه، ای که بالات میخنده، ای که تو را به چی نام صدا میکنن، ای که قرار است برای تو مردم چی، اصلا در مورد اینا فکر نمیکنی، فقط به هدفت فکر میکنی، فقط به ما هدفت فکر میکنی تمام. و این برمیخوره به نیروی چرایید که یعنی، و یکی از موضوعات خیلی مهمی که چرا باید ما مثلا چرایی داشته باشیم، چی نیاز داریم به نیروی چرایی. ببینین چرا باید ما نیروی چرایی داشته باشیم یا چرا ما نیاز داریم بنه، چون ببین ما انسان ها خیلی اوقات به یک محرک ضرورت داریم، به یک چیز ضرورت داریم که ما را تکان بده، به یک چیز ضرورت داریم که ما را بیدار کنه. و برای انسان بهترین چیزی که میتونه همیشه در مسیر هدفهایش رو بیدار کنه چرایی هایش هست. شما دیدین نی؟ بعضی اوقات مثلا فکرت نیست، دست دک مثلا دک بلین برق میخوره، یک سیم برق مثلا دست تماس نیست، یک تکان میدید. چرایی باید به شکل یک چیزی باشه، چرایی تو را تکان میده، تو را وادار میکنه، تو را متحرک میسده که برو، استاپ نکو، انظر آغاز مسیر است، تو در کجا هستی؟ یعنی با نیروی چرایی ما مجبور میشیم، وادار میشیم که بریم یک کار انجام بدیم، مجبور میشیم که به یک کار بریم انجام بدیم. مثالش پیشتر من گفتم، اونجا ما مجبور شدیم که بریم از اون پل بگذریم. یا مثال من برای شما این شکل بگویم، فرض کنین من برای شما بگویم که خب مثلا دو تا خانه هست، هر کدامیش از همدیگر مثلا 100 متر فاصله داره، مثلا دو تا بلند منزل است که هر کدامیش مثلا دو منزله هست و هر کدامیش 100 متر از همدیگر فاصله داره. حالا میگم از این طرف بلند منزل به اون بلند منزل مثلا یک تختک برات میگذارم، میگم خب حالا از روی از این تختک، از روی این تخته تا اون تخته، یعنی سپریکو یا تیرشو مثلا یک تخته برات میمونم، میگم خب احمد یا محمود بیا مثلا از این بلند منزل یا از این منزل تا اون منزله که 100 متر فاصله داره از روی تخته مثلا چیشو عبور شو و برات مثلا 1000 افغانی میده، ما این کارو میکنی؟ خب قطعا میگه بله دیگه، دو منزل هستش مشکل نداره، فاصله زمین با تخته خیلی کم است، هیچ کدام اتفاقی برام نمیفته و این کارو انجام میدی. اما
اگر بیایم حالا ای تو براتان بگیم که خب حالا یک دو تا 20 منزله هست، بین هر کدامیش مثلا همین 100 متر فاصله هست و دوباره همین تخته را در اونجا بگذاریم و به شما بگیم که حالا به شما 100 دلار میتیم، شما بیاین از این آپارتمان به او آپارتمان روی تخته بریم، آیا این کار میکنیم؟ نمیکنیم. اما حالا ما میتو فرض میکنیم که در آپارتمان روبرو یکی از اعضای خانواده در جانش در خطر است. فرض کن آپارتمان روبرو مثلا آتش گرفته و اینجا باید تو از این طرف بری به اون طرف و او را نجات بدی. اینجا چی؟ آیا میری از روی تخته؟ مثلا فرض کن هر دو بلند منزل 20 مثلا تقریبا از زمین مثلا فرض کن یک بلند منزل های 10 منزله هست، آیا میری؟ دقیقا که میری، بدون از اینکه کسی بر پول بده در مورد چیز فکر کنی، در مورد خطرش فکر کنی میری. چرا؟ چون او طرف یک جان در انتظار تو است که بعد نجاتش بدی. چرایی داری دیگه اونجا. ببین وقتی چراییت قوی باشه تو در مورد از فکر نمیکنی که خطر از چقدر است، چی میشه، عاقبتش چی میشه، در مورد اینا فکر نمیکنی، فقط میری کارت انجام میدی، فقط میری هدفت دنبال او هدفت میگردی و میری او هدفت حتما و حتما دنبالش میگردی تا او را به دست بیاری. این میشه چرایی، این میشه قدرت چرایی. حالا میمریزی که خب ما چطور میتونیم چرایی های خود مشخص کنیم؟ خب ببینین، شما اگر بخواین که چرایی های خودتون رو مشخص کنین، از خود یک فرمول خیلی ساده داره. ببینین، به خاطر مشخص کردن چرایی، شما اولین کاری که باید انجام بدین است که شما در هر لحظه نمیتونین چرایی خودتون رو مشخص کنین. چرایی اولی که یک مکان خیلی آرام میخواد. وقتی مثلا تو میخوای چرایی خودت رو مشخص کنی، باید خیلی یک مکان آرام داشته باشی و بعد از خودت سوال بپرسی، از خودت این سوال بپرسی که چرا میخوایم به این کار برسم، چرا میخوایم این هدف به این هدف برسم، چرا میخوایم به این خواسته خود برسم. و وقتی سوال پرسان کردی، این را هم از خودت بپرس، اگر نرسیدم چی اتفاقی میفته و اگر برسم چی اتفاقی میفته. در مورد هر دو اتفاق فکر کن. اگر ما به این چرایین برسم چی اتفاقی میفته و اگر به این چرایین نرسم چی اتفاقی میفته. در مورد ازی فکر کن، یعنی در مورد بدترین حالتشان فکر کن و در مورد بهترین حالتشان باید فکر کنی. بعد این کار که انجام دادی، بعد فرمول دوم را انجام بده و اویی است که مطمئن باش وقتی تو در مورد بدترین حالت و بهترین حالت ای هدفت فکر میکنی که بعد اتفاق بفته، بعد میبینی که یک تای از اینا قوی تر میشه، یا لذت او کار خیلی بالا میباشه یا درد او کار خیلی بالا میباشه. مثلا اگر لذت یک کار خیلی بالا باشه، او میشه چرایی. هر لحظه که وقتی تو میری طرف و سمت و هدفت و در مسیر هدفت به یک مشکل برمیخوری، وقتی او لذت، او اشتیاق، وقتی او لذت یادت میاد که قرار از داخلی که وقتی هدفت به دست بیاری چی لذت را تو تجربه کنی، اینجا شور و اشتیاق قلبیت بیشتر میشه و انگیزیت بیشتر میشه و میری او کار انجام میدی و او چالش که اون لحظه سوره حل میکنی و او چالش نمیگذاری که مانی تو شود. اما اگر به می شکل، یا مثلا میایم مثلا میبینیم که دو کار مثلا بدترین حالت چمد نظر میگیریم، مثلا فرض کنین اگر مثلا شما به این خواستیتان نرسین چی؟ بدترین حالت چمد نظر میگیریم. خب اگر مثلا ما مثال میخوایم بگم، مثلا یک فرد میخواه که تنها چی شمد نظر میگیریم، همین مثال مثلا از ورزش شمد نظر میگیریم، مثلا یکی میخواه ورزش کنه، اگر ورزش نکنه چی؟ خب بدترین حالت چمده نظر بگیرم. بدترین حالتش است که تناسب اندامش کلا از دست میتم، اضافه وزن میگیرم، چندین امراض دیگه پیدا میشه، طول عمرش کم میشه، چندین مشکلات و امراض دیگه در وجودش جا میگیره که باعث میشه که سریعتر از این دنیا بره. خب اینجا هست که افراد چی میکنن؟ اینجا هست که افراد یعنی میای و امی بدترین حالت مد نظر گرفته، وقتی تو در مسیر هدفت قرار میگیری، وقتی در مسیر هدفت قرار میگیری و بدترین حالت وقتی یادت میای، وقتی چالش یادت میای و بدترین حالت یادت میای، تو دیگه با چالش دیگه جا نمیزنی، میری پیش. به خاطر چی؟ چون میگه اگر من
ادامه نتون قرار است بدترین حالت سرم بیایم و ادامه میدی و ادامه میدی. یکی از دلایلی که افراد، یعنی یکی از دلایلی که افراد یا افراد خیلی زیادی در دنیا، یعنی یکی از دلایلی که افراد خیلی زیادی در دنیا تانستن به موفقیت برسن است که آنها بیشتر در مورد اتفاقات خوب فکر کردن. اونها وقتی که در مسیر هدفهایشان قرار گرفتن بر خودشان چرایهایی را فکر کردن که خب اگر به او هدفهایشان برسه قرار است چی چیزهایی را، چی لذت را یا چیگونه زندگی را تجربه کنن. و هر زمانی که اینها در مسیر هدفهایشان مثلا مچالش خوردن یا موضوع خوردن، وقتی او لذت و یادشان آمده که او راحتی زندگی آینده یادشان آمده، اینا ادامه دادن چونو چرایهایشان بوده، چونو چرایهایشان بوده. پس چرایهای خودتان باید و باید مشخص کنید. مهمترین کاری که امروز انجام میتونی است که برین پش بر خودتان چرایهایتان مشخص کنید. و آخرین کاری که در قسمت مشخصیتان میکنین این است که از خودتان سوال بپرسین. خب چرا باید ما مثلا همون سوالی که در ابتدا براتون گفتم، چرا باید من فرد موفق باشم؟ چرا باید من یک فرد مثلا با دانش و با درک باشم؟ چرا من یک فرد مثلا چرا من باید رشد کنم؟ چرا باید من مثلا کارآفرین شوم؟ چرا باید مثلا من ارتباطات خوب داشته باشم؟ این چرایها رو پیش خودت باید مشخص کنی. عزیزا اگر بخواید بهانه بکنین خیلی زیاد است. حالا میشه خیلی ها بگه بهانه بیاره به خاطر تیک نزد. بهترین کاری که شما هدفهایتان تیک نزنین در زندگی است که میتونین راحت بهانه بیارین، راحت میتونین بهانه بیارین. نمیشه، امکانش نیست، من شرایطش ندارم، از ما گذشته دیگه، مرا کسی حمایت نمیکنه. میتونین این کارا رو انجام بدین، اما قبول میکنیم عزیزا که جای ببینین چند چیز را ما در دست ما نبودم. ای که ما کجا تولد شدیم، در چه خانواده تولد شدیم، در چه کشور تولد شدیم، پدر و مادر ما کی بود و اسمی را که بالای ما گذاشته، حتی اینا در کنترل ما نبودن. اما سبک زندگی، کیفیت زندگی، هدفهای زندگی دست خود ماست. دلایلی که میخواییم به خاطرش زندگی کنیم دست خود ماست. پس بریم دلایل زندگی خود ما رو مشخص کنیم. پس بریم واقعا دنبال چرایهای زندگی خود بگردیم. معمولا شما زمانی که از خودتان سوال و چرایی را پرسان میکنین، ساده نیست که جواب بدین. مطمئن باشین کمی شما با چالش ها میخورین. وقتی تو از خودت سوال پرسان، وقتی با چرایی سوال میکنی، معمولا جواب چرایی کمی مشکل است. اما وقتی یک باری سوال پرسان میکنی و وقتی میری بار دومی سوال از خودت پرسان میکنی که چرا من میخوام این کار انجام بدم، چرا میخوام فلان کار شوم، بعد اینجا جواب های سطحی برات پیدا میشه، چرایه های سطحی پیدا میشه. بعد وقتی بار سوم میری رو میپرسی، عمقی پیدا میشه که عمقاً چرا میخوای کار انجام بدی. امیدوارستم که همه عزیزا از لایف امروز لذت برده باشن و موضوعی که در مورد چرایه گفته صحبت کرده و انشالله همگی یادداشت کرده باشن. امشب فقط از این لایف فقط برین هیچ کاری نکنید. از اینجا که رفتین فقط برین. خب معمولا مشخص کردن چرایی ساده هم نیست که مثلا شما همی که رفتین در یک ساعت، نه، معمولا پیدا کردن چرایی یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز در بر میگیره. بعد بشینی پیش خودت هر روز یک ساعت یک ساعت بشی و برای خودت چرایی هایت در جستجوی چرایی هایت باش و چرایی هایت پیدا کن و برو تمام و هدف هایی را که دوست داشتی، تمام و هدف هایی را که دنبالش بودی و ترکش کردی و در مسیر و هدف هایت کم انگیزه شدی و در مسیر و هدف هایت جا زدی و در مسیر هدف هایت آمدی و گفتی که نمیشه و از کلمی نمیشه و کلمی نمیتونم استفاده کردی، با مشخص کردن چرایه هایت پس برو دنبال و هدف هایت. مطمئن باش به جایی که تو میخوای با اونجا میرسی. مطمئن باش سال آینده سال متفاوت برات خود خواهد بود، ماه آینده ماه متفاوت خواهد بود، هفته آینده هفته متفاوت خواهد بود، فردایی که شروع میکنی متفاوت خواهد بود اگر بری دنبال چرایه هایت و چرایه هایت مشخص کنی. همه چیز برات متفاوت میشه. من تجربهش دارم، همه چیز متفاوت میشه. باور کن خیلی شبها وقتی چرایی داشته باشی، خیلی شبها خوابت نمیبره، خیلی وقتها نمیخوای که وقت تا خیلی جای بی جای ضایع کنی وقتی چرایی داشته باشی. پس لطفا عزیزا برین دنبال چرایه هایتان و چرایه هایتان رو مشخص کنین و همیشه با چرایه هایتان فکر کنین و همیشه در مسیر هدف هایتان با انگیزه باشین، با انرژی باشین. خیلی خوشحال شدم
وقتی هم اگه خوش، الله نگهدار.